سلام میکنم به کاربرهای خوب و دوست داشتنی آترین. من علی رجبی هستم. امروز میخوام راجع به یکی دیگه از ویژگی‌های فتوشاپ CS5 صحبت بکنم، ابزاری که شاید فراموش شده بود برای ما، در حقیقت ابزاری به اسم شارپن تول. ابزار شارپن ابزاری بود که در حقیقت ما برای براق‌سازی استفاده می‌کردیم، ولی می‌دونید همه ما می‌دونیم که زمانی که از این ابزار خیلی خیلی زیاد استفاده می‌کردیم، تمام جزئیات تصویر ما به هم می‌ریخت و ما به هیچ عنوان سعی نمی‌کردیم که از این ابزار برای براق‌سازی قسمت‌هایی که مد نظر اون هست استفاده کنیم. اما در فتوشاپ CS5 اتفاق جالبی برای این ابزار افتاده، مخصوصاً برای اینکه ما می‌خوایم موضعی کار بکنیم، مثل قسمت‌هایی روی چشم یا مو، یا اگر که تصاویری باشه که صنعتی باشه میتونیم به شکل موضعی به جای اینکه از فیلتر آن شارپ ماسک استفاده بکنیم، منظورم فیلتر در واقع شارپن آن شارپ ماسک، آن شارپ ماسک هست، میتونیم از ابزار شارپن استفاده بکنیم. نکته جالب توجه اضافه شدن گزینه پروتکت دیتیل هست، یا حفظ جزئیات. یلوی میسازم. چرا این کارو میکنم؟ به این دلیل که میتونم توسط گزینه سامپل آل لایرز اصلاحاتمو در لایه دیگه انجام بدم، و همه ما میدونیم که اصلاحات در یک لایه جدید و مجزا باعث حفظ و امنیت کار اجرایی ما در فایلی که داریم روش کار میکنیم خواهد شد. اسمم میذارم، به طور مثال میتونم بذارم شارپن یا شارپنینگ یا شارپن، هر چیزی که مد نظر شما هست. توسط گزینه استرنت هم میتونم شدت اعمال ابزارم رو کمتر و یا زیادتر بکنم، حالا میذارم روی فرض کنید 35 یا 36، و گزینه پروتکت دیتیل رو فعال میکنم. پروتکت دیتیل سعی میکنه که تمام جزئیات پیکسل ها رو برام حفظ بکنه و عمل شارپن رو برام انجام بده. سمت چپ رو شارپ میکنم و میام در قسمت سمت راست و شروع میکنم روی این تصویر با دقت بیشتری کار کردم. مثلا این قسمت و این قسمت. خب حالا کافیست که فقط لایه‌ام رو کمی خاموش و روشن بکنم، قبل و بعد، و خیلی خوب تونستم از گزینه Protect Detail استفاده بکنم برای اینکه تصویرم رو یا قسمتی از تصویرم رو شارپ کنم. پس گزینه Protect Details آیتمیست یا گزینه‌ای است که در فتوشاپ CS5 برای ابزار شارپن اضافه شده.